آغاز فاز تازه تنش‌های انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات هشدار داد. بازشمارش آرا را متوقف کنید، نتیجه را نمی‌پذیرم. آقای عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا مطابق به قانون و کارشوی انتخابات عمل کند و بازشماری آرا را متوقف کند. به گفته او، در صورتی که کمیسیون به خواست آنها توجه نکند و خلاف قانون و پیش برود، آنان اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت. رهبر تیم ثبات و همگرایی در همایش از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در مقابل مردم بی‌طرفی خود را حفظ بکند و سیاسی عمل نکند. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان مقام سالم حسنی، استاد دانشگاه، آقای آرون معترف، رئیس جنبش گذار و همچنین آقای شکر دادرس، فعال کارشناس مسائل حقوقی. بسیار خوش آمدید میهمانان عزیز. آقای حسنی، دید شما در پیوند به اظهارات امروز آقای عبدالله چی است؟ بیشتر اظهارات آقای عبدالله بوی بحران سال 2014 را میداد و موزیگری های همانند او. چگونه ارزیابی میکنه و چقدر نگران ازی هستین که یک بار دیگر نتیجه انتخابات رفت و طرف بحران، با توجه به موزیگری امروز تیم ثبات همگرایی و دکتر عبدالله عبدالله؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین نه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت جناب آقای معترف، خدمت جناب دادرس و همکاران تکنیکی شما و به همه بینندگان عزیز، هموطنان بزرگوار ما، در پیوند به بیانات و صحبت های امروز دکتر صاحب عبدالله عبدالله، ما میتونیم دو سه تا نکته را بیان بکنیم. نکته اول این که پروسه انتخابات یک پروسه ملی هست و برای خودش یک سازگار مشخص و دارای قانون مشخص و دارای ارگان مشخص و دارای مسئولین و نهاد مشخص است و آنها یقیناً باید بر اساس همو طرزالعمل هایی که از قوانینی که از اصولی که وجود داره و همچنین صلاحیت هایی که دارن کارهای خود پیش ببره. و نکته که در نکته دوم این است که جناب رئیس عبدالله به عنوان یکی از نامزدان رئیس جمهوری و یکی از شرکای انتخابات حق داره که نظارت خود بر نحوه اجرای کار کمیسیون ها داشته باشه و چنانچه در مورد مشکلات رو میبینه حق داره اعتراض خود داشته باشه. به خاطر اینکه نظارت ها و اعتراض ها تا زمانی که بر اساس همون اصول و در چارچوب قوانین هست میتونه خودش زمینه ساز شفافیت باشه. اما امروز آقای عبدالله در حد هجار مطرح کرد، مثلا من عرض میکنم میتونه در جهت شفاف شدن انتخابات و در جهت اعاده حیثیت کمیسیون های انتخاباتی که قبلا در زمان کمیسیون های قبلی آسیب دیده بود و همچنین در جهت اعاده اعتماد مردم به کار کمیسیون ها و سازوکارهای انتخاباتی مؤثر باشه. تا زمانی که در حد خودش و در چارچوب قانون اساسی قوانین انتخاباتی و در چارچوب قاعده بازی باشه، این یک عمل بسیار مناسب و میتونه مفید باشه. اما نکته سومی که وجود داره در اینجاست که صحبت های دکتر صاحب عبدالله دارای دو سه تا پهلو هست. پهلوی اول این است که میگن که صحبت های آقای عبدالله از قاعده بازی بیرون بود. ما هنوز چیزی نگفتیم در این زمینه. دارای چند تا پهلو است. پهلوی اول این است که خب اعتراض خدا بیان میکنه. من گفتم به عنوان یک کاندید حق داره، به عنوان یک نامزد حق داره بیانات خود داشته باشه. اما پهلوی دوم در حقیقت دادن هشدار و تهدید به این که اگر نظر ما پذیرفته نشه، اگر ما در اینجا آن چیزی که ما میخواییم اعمال نشوه، خب ما از این پروسه کنار میریم و شفافیت را زیر سوال میریم یا در حقیقت و اعتبار نمیپذیریم. درست است که ما در این زمینه شاید خیلی از تیم‌های انتخاباتی، خیلی از ستادها به این استناد بکنه که ما اعتراض داریم و اعتراضمون مبتنی بر قوانین انتخاباتی است. اما من میخوام عرض بکنم که درست است هر اعتراضی باید یک منبع قانونی و یک مستند قانونی داشته باشه. منتها تاکید به این داشت که باید قانون کمیسیون انتخابات بر اساس قانون انتخابات و کارشوی انتخابات منتها تمرکز بکنه. یعنی تاکید آقای عبدالله هم روی قانون بود. در برای پایبندی به قانون ما معیارهای مختلفی داریم. یکی از معیارها این است که آیا ببینیم در اینجا چند جانب وجود داره و
وقتی در یک پروسه در یک قاعده بازی جوانب دیگه این قاعده بازی رو میپذیره و به یک نحوی جریان بر اساس همو روال طبیعی خودش راه میره و در حقیقت جریان پیدا میکنه، اگر یک طرف یعنی یک شریک از شرکای متعدد انتخابات بنا به تعبیر خودش و قرائت خودش از قانون یا تفسیر خودش از قانون یا مبتنی بر تفسیر برخی از کمیشنرها استناد میکنه و بر اساس از او بایکات میکنه قضیه را، این خب یقینا قضیه را از مجرای طبیعیش میبره بیرون و از مجرای قانونش میبره بیرون و ممکنه چالش ایجاد بکنه. اما من باور من به این هستم که این گونه اعتراضات و خب اشکال گیری ها تا حدودی میتونه طبیعی باشه و در افغانستان ما خب نمیتونیم، یعنی میگن که نگرانی بزرگ خلق نمیکنه به خاطر سرنوشت. من امیدوار هستم که با هوشیاری مردم افغانستان و هوشیاری سیاستمداران افغانستان ان شاء الله ما به سمت ثبات پیش خواهیم رفت. من خیلی نگران بحران نیستم. آقای معترف، چیزی که آقای عبدالله امروز اشاره کرد در پیوند به برخورد غیر قانونی کمیسیون انتخابات و بیشتر تاکید کرد که کمیسیون انتخابات بر اساس قانون انتخابات و کارشوی انتخابات باید حرکت بکنه و بحث اوجا هم مطرح کرد که اگر خلاف قانون بحث با شماری آرا را ادامه بدن اینا تحریم میکنه پروسه را و بکنون برخی از دستان انتخاباتی هم با آقای عبدالله هم صدا شده. چیزی را که آقای حسنی هم اشاره کرد، فکر میکنید که آیا صدای آقای عبدالله جای را خواهد گرفت و چقدر به این باور هستین که کمیسیون انتخابات چیزی را که تیم ثبات همگرایی میخواهد بر اساس حرکت بکنه؟ به نام خدا، خدمت شما و میهمانان گرامی و بیننده محترم. خب چنانچه آقای دکتر عبدالله امروز در همایش مطرح کرد، دقیقاً تاکید بر قانون انتخابات بود و فراتر از تطبیق طرز عمل و تطبیق قانون انتخابات و شفافیت پروسه انتخابات چیزی بیشتر نگفت. آقای حسنی بیشتر اشاره کردن که میتونن نظر بدن یا نظر دکتر عبدالله. من فکر میکنم آقای دکتر عبدالله امروز نظر ندادن، فقط تاکید بر شفافیت پروسه داشتن و برای تطبیق قانون انتخابات و طرز عملهای پذیرفته شده. در قسمتی که شما گفتین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، من باورم این است که کمیسیون انتخابات با آخرین تصمیمش یک برخورد سیاسی انجام داده تا قانونی. فیصله ای را که 5 کمیشنر کمیسیون انتخابات مبنی بر اعتبار بخشیدن آرای غیر بایومتریکی، در واقع یک تصمیم خلاف طرز عمل و خلاف ماده 19 قانون انتخابات است که میتونه به اصطلاح به نحو بحران را کلید بزنه. متاسفانه ما در گذشته چیزی را که شما میگین کمیسیون انتخابات میگین تصمیم سیاسی گرفته نه قانونی، به این باور هستین که کمیسیون انتخابات در مغایرت با تیم ثبات همگرایی خاص تیم ثبات همگرایی و بیشتر در همصدایی با تیم دولت‌ساز حرکت میکنه؟ معلوم دار. حالا بس تیم من نمیخوام مطرح کنم، ما بیشتر تاکید ما بر تطبیق قانون و بر شفافیت پروسه انتخابات است. کمیسیون انتخابات آمده خلاف طرز عمل، خلاف ماده 19 هم فیصله را انجام داده که میتونه شفافیت و عدالت انتخاباتی را زیر سوال ببره. تاکید مجموعه کاندیدای ریاست جمهوری منهای تیم دولت ساز بر تطبیق قانون هستند و خلاف و فیصله اخیر در واقع خلاف قانون است. در واقع خود کمیسیون انتخابات خودش قانون نقض کرده، قانونی را که خودش تعدیل کرده، قانونی را که خودش به منظور شفافیت پروسه انتخابات قرار بود تطبیق شود. بنابراین در ماده 19 قانون انتخابات آمده که هر رأی که از مجرای بایومتریک گذشته قابل اعتبار است، یعنی مورد پذیرشه. بنابراین هیچ رأی که از سیستم بایومتریک گذشته باشه و بایومتریک سیستم مراحل بایومتریک نگذشتنده باشه نمیتونه آرای معتبر باشه، او از رده شمارش و از رده اعتبار خارج است. تاکید مجموعه کاندیدای ریاست جمهوری بر تطبیق قانون است و ماده 19. بنابراین یک تیم دولت ساز جمع یک حلقه در درون کمیسیون انتخابات که مشخصا 5 عضو، نمیخوام نام بگیرم، شما بیشتر میدونید، کسانی که امضا کردن پای این فیصله قانون نقض کردن و این میتونه بحران آفرین باشه، چون انتخابات یک مسئله سرنوشت مملکت است، موضوع مهم و حیاتی است. ما در یک وضعیت بسیار شکننده قرار داریم. داخل کمیسیون هم بحث تصمیم مسئله اکثریت است و تصمیم جمعی است. زمانی که 5 نفر امضا کرده به باور هستن که مثلا فیصله تغییر بکنه. آنچه که آقای حسنی هم گفت که
سر و صدای آقای عبدالله هم برام اندازه خیلی نگران کننده نخواهد بود برای آینده نتایج افغانستان. جناب بابک صاحب، فیصله فراتر از قانون نیست. اعضای کمیسیون انتخابات صلاحیت فیصله را نداره که خلاف قانون باشه. گیریم اکثریت فیصله کنن که انتخابات را به بحران ببرن، فیصله کنن که جل کنن، فیصله کنن که خلاف قانون اینا انجام بدن کاری، این خطرناک است. از قبل قوانین ترتیب میشه و بر بنیاد قانون اینا کار میکنن. هشدار دکتر عبدالله هشدار نیست، هشدارش به منظور تطبیق قانون است که به نفع افغانستان و به نفع عدالت انتخابات است. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای دادرس، از دید حقوقی تحلیل شما چی است؟ چیزی که یک طرف بیشتر روی قانونمندی از او تاکید میکنه و دیگر طرف هم روی خلاف قانونی بودن از او. آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر شمارش دوباره برخی از آرا در ولایت افغانستان چقدر مطابقت با قانون داره و چقدر یه عمل سیاسی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای شما و حسنی صاحب و معترف صاحب، همچنان کسانی که صحبت های ما را میشنوا، برایشان احترامات و سلام های خود تقدیم میکنم. خب، ما و یا دیگرا در موقف نیستیم که بر تصامیم اتخاذ شده کمیسیون صلاحیت تصمیم گیری داشته باشیم. قوانین نافذه کشور صلاحیت ها را معین کرده، مسئولیت ها را هم کمیسیون انتخابات در پالوی خود کمیسیون دیگری هم داره که او کمیسیون صلاحیت ازیر داره که شکایات را بررسی بکنه و حتی تصمیم بگیره. خب، قبل از اینکه در این مورد مکسی بکنم، یک چیز عرض میکنم که امی کشمکش ها برای از اینا 5 سال به ارث مانده، برای دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی و دیگرها. از روزی که آنها به صورت غیر قانونی خلاف قانون اساسی به عرکه قدرت تکیه زدند، از امو وقت از یک طرف خو تکیه زدن بر عرکه قدرت و از جانب دیگر هر آن، هر روز، هر هفته و هر ماه ما و شما اگر با جرأت بگوییم ناظر و شاهد کشمکش هایی چی در سطح انتقاد و چی در سطح اتهام و حتی بالاتر از این بودیم و هستیم. قبل از اینکه کمیسیون با انتخابات پروسش آغاز شوه و معلوم شوه که این کمیسیون خوب تصمیم میگیره، خوب نظارت میکنه، خوب اداره میکنه، یعنی آنها با آدرس یکی دیگه اتهامات حواله میکردن، مناقشه آغاز شد. خب، میایم به صحبت های مشخصی دکتر صاحب عبدالله. دکتر صاحب عبدالله اگر با حاکمیت قانون واقعا پابند هستند، شکایت های خود را توسط ناظر به کمیسیون شکایات برسانه، نباید مافوق تمام کمیسیون ها آن هم در سطحی که رویه را جرح بزنم. جرح زدن روحیه به این معنا که امین لحظه که جناب بابک صاحب ما و شما اینجا صحبت میکنیم و صحبت های ما نشر شوه، برداشت ها و توجیهات مختلف از صحبت های ما که بر مبنای صحبت های دکتر صاحب عبدالله رقم زده شده و فعلا ما و شما پیراموز یزی گپ میزنیم، فقط معنای ازیره میته که این صحبت ها تشبسی سریع در وظایف کمیسیون است. یعنی شما بحث صحبت های امروز آقای عبدالله را تشبه در کار کمیسیون میدانید و مطابقت با قانون هم نمیدانید؟ بالاتر از او نی، از این سطح کمی بالا میره. اگر ما بر یک لحظه حسنی صاحب این قسم فکر کنیم که کمیسیون ها را کی ایجاد کرده؟ 18 نفر، در حالی که کاملا ممنوع ایسی شخصی که شاگردی امی حقوق بودم و استم مخالفی از او بودم، او 18 سال
و 18 شخص مانند ما و شما اشخاص عادی بودند در او حالت، نی رئیس جمهور بود و نی کدام مقامی دیگه داشتند، صرف کاندید نامزد ریاست جمهوری بود از این پست. اونا از دیگه هم شاری های ما چه بالایی داشتند که 18 نفر رای میدن؟ خب متوجه خو هستی، اونا حقی از این را نداشتند. بینان این کار شدن 18 نفر در بین خود ششتن که دکتر عبدالله هم در جمله هستن. این کمیسیون ها محصول نظریات آنها است، به این معنا که خودشان نوشته کرده که شما کمیسیون انتخابات شما شرایطش که داشته باشی کمیسیون شکایت. قول بسیار قوی فقهی است، میگه هر آن که خود یادداشت کردی علیه از او، یک لحظه، علیه از او هر نوع اقدام مردود است. یک طرف، از طرف دیگه ما کمیسیون شکایات داریم. کمیسیون شکایات هر آن شکایتی که آنجا وجود داره، پس اگر ما ایرا برشان گوشزد میکنم یا برشان تفهیم میکنم یا آنها را تحت عنوان اخطار ارائه میکنم، ای خودش معنای از ایرا داره که ما بر شما باور ندارم. بر کی باور ندارم؟ کسانی را که خودی ما تعیین کردم. سپاسگزارم آقای حسن. یه چیزی را که شما گفتین که اظهارات را که آقای عبدالله امروز مطرح کرد میتونه در حد نگرانی باشه و در حد هشدار بزرگ، نمیتونه که سرنوشت نتایج انتخابات تغییر بده، از صحبتاتون چنین چیز بیرون میشد. اما زمانی که فراخوان داده میشه به نیروهای مسلح افغانستان که شما سیاسی عمل نکنید، شما به طرف مردم افغانستان باشید، فکر نمیکنید و چیزی که آقای عبدالله تاکید کرد که ما این بار مصلحت نمیکنیم، ما به خاطر مصلحت حق مردم قربانی دادیم در گذشته و ما رو دیگر هم اشاره کرد، فکر نمیکنید که این بار تیم ثباتمگرایی با جدیت صادق خواهد شدن در برابر اقداماتی که به گفته اینا در مغایرت با قانون است و به گفته تیم دولتساز صورت میگیره؟ ببینین، زمانی که آدم بر یک سازکار قانونی یا بر عملکرد تعدادی که در یک چوکات قانونی عمل میکنن بر او آدم اعتراض میکنه، مثلا بر خطای یک فرد، به خطای یک فردی که در چوکات قانون عمل میکنه و در همون چوکات قانون فرضاً خلاف عمل میکنه، من وقتی اعتراض میکنم بر او، خود اعتراض من هم باید مبنای قانونی داشته باشه. متاسفانه صحبت های دکتر صاحب عبدالله در از جهاتی خلاف روحیه قانون و تطبیق قانون است. یک، ایشان در مقام قاضی قرار میگیره، به عنوان یکی از نامزدان ریاست جمهوری بیان میکنه که تیم دولت ساز تیم متقلب است. خب در مورد قانون شما اشاره کردین آقای مطرف، ماده 19 قانون انتخابات اشاره کرد، شما میگین که مخالف قانون، کدام مواد قانون؟ اجازه بشین قضا، من به این خاطر میگم هیچ یک از نامزدها حق نداره نامزد دیگری را، ما 18 تا نامزد داریم، چند تایی با هم کنار رفتن، انصراف دادن، فعلا در حد 13 تا 14 تا مونده. این 13 تا 14 هیچ کدام از اینا حق نداره که نامزد دیگری را متقلب بخونه، یا هیچ تیمی حق نداره تیم دیگری را متقلب بخونه، مادامی که تقلبش توسط مرجع با صلاحیت تثبیت نشده و دقیقاً اعلان نشده. خب این عرف بحث های انتخاباتی است که در کل بحث اینجاست، در تمام محیط های انتخاباتی ما همین رقم است. ما همیشه خلافگویی را، موضوع گیری ها را ما عرف خود ساختیم، به همین خاطر هم به هیچ سنگ روی سنگ بند نیست. بس یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه صحبت های شما برمیگردیم. ادامه صحبت های آقای حسنی پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. بفرمایید آقای. من میگم که هیچ تیمی علیه تیم دیگه نمیتونه برچسب تقلب بزنه، نمیتونه متقلب بخونه، مگر اینکه توسط مرجع با صلاحیت تقلب به نفع این تیم ثبات همگرایی آقای حسنی. از دید تیم ثبات همگرایی اینا بیشتر مدعی به این هستند که در حدود 8 لک 9 لک تا 1 میلیون رای تقلبی وجود داشته و این رای مربوط تیم دولت ساز بوده و اینا آرای باطل شده. بارها در حضور سخنگوی های تیم دولت ساز چنین چیز ادعای را تیم ثبات همگرایی مطرح کرده. خب ببین، هر کسی که من اصلا شما تیم ثبات همگرایی را نامش نگید، تیم دولت ساز هم نامش نگید، تیم عدالت رو نمیدونم، صلح و عدالت رو نمیدونم چی، اصلا من میگم نفس هر تیم، ببین
حق برچسب زدن، حق اتهام یا حق برچسب زدن نداره. بله ما میتونیم فردی را بنابر اسناد و شواهد متهم بکنیم، ببریم به عنوان مظنون بالای او محکمه را جاری بکنیم، اما تا زمانی که فردی به یک جرم محکوم نشده، محکمه با صلاحیت که حالا ما در کمیسیون های انتخاباتی دو تا کمیسیون داریم دیگه، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، من میگم تا زمانی که مرجع با صلاحیت حکمی را علیه تیم یا شخص یا حزب یا جریانی تثبیت نکردم، ما حق برچسب زدن نداریم. این هر کسی که باشه، هر کسی که باشه. این روز دکتر در مورد پیامد بحرانی که اشاره کردم من میرسم. امروز دکتر صاحب عبدالله یکی از خطاهای گفتاری ایشان این بود که تیم رقیب خودم متقلب میخونه. این از لحاظ حقوقی مشکل داره. یک دومی دیگه ایشان در مورد برخی از صندوق‌های فلانجا و فلانجا مثلا تعدادی از صندوق‌ها حکم صادر می‌کنه که او صندوق‌های تقلبی. من میگم تا زمانی که کمیسیون انتخابات او را تفتیش نکرده، تا زمانی که بررسی نکرده، تا زمانی که رأی بودن یا رأی نبودن یک صندوق را، مثلا امروز تعبیر دکتر عبداللهی بود که در داخل بعض صندوق‌هایی که چیزهایی هست، برگاهی هست که ما رو نامش رأی نمیگیره. ثباتم گرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله با شک و تردید به عملکرد کمیسیون در زمانی که بحث 5 نفر مطرح میشه، اینها بر کمیسیون هم باور خود عزیز دادن. جناب بابک عزیز، من هم به نحوه طرح کردن سوال شما ممکنه من شک داشته باشم، اما شما رو نمیتونم برچسب بزنم که شما طرفدار فلان شخص هستی. ذهنیت من چیزی است، اما وقتی چیزی رو من میگم، قول زبان خودش مورد چیز قرار میگیره، مورد قضاوت قرار میگیره. کسی به عنوان یک رهبریت تیم، کسی به عنوان رئیس اجرایی حکومت، کسی که به هر حال مسئولیت در حکومت داره، زمانی که شما میگی هر حرفت بار قانونی داره، بار حقوقی داره. من میخوام عرض بکنم که دکتر صاحب عبدالله، من هر کسی دیگر، دکتر صاحب اشرف غنی، نمیدونم امرالله صالح، نمیدونم آقای نبیل، آقای حکمتار، هر کسی دیگه حق ایره نداره که تعیین بکنه که کدام صندوق ها آرای پاک داره، کدام صندوق ها آرای ناپاک داره. من میگم اینو از صلاحیت های سپاس. از صلاحیت های کمیسیون هاست. کمیسیون ها تفتیش میکنه، بعد از او اگر معیارها را داشت، اگر معیارها را داشت میگه رأی پاک است، اگر معیارها را نداشت میگه رأی ناپاک است. ما میخوایم بگیم که ماها حق ایره نداریم که قضاوت بکنیم، در مقام قاضی نباید باشیم. تشکر آقای محترف. چیزی که پیشم شما اشاره کردین در بحث بر مبنای قانون، آقای دادرس گفت که اگر تیم ثباتم گرایی به حاکمیت قانون احترام دارن، چرا به کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه نمی کنند؟ و اظهارات آقای عبدالله را هم موافق قانون دانست. و چیزی را که آقای حسنی اشاره کرد در مورد اتهام بندی ها و اتهام بندی هایی که تا کنون مراجع رسمی رو تایید نکرده در مورد تیم متقلب و یا هم گراف بلند تقلب. در قسمت بس جناب دادرس بزرگوار، اول میخوام یک مکس کوتاه داشته باشم. درست است که ما مرجع رسیدگی به شکایات، کمیسیون شکایات انتخاباتی را داریم. در مواردی که در مطابقت با قانون انتخابات تخلف و تخطی های صورت میگیره، این حق تمام کاندیدا است که به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت میکنند. اما وقتی که مسیر انتخابات را بر اساس فیصله غیر قانونی تغییر میدن، اینجا بحث کمیسیون شکایات انتخاباتی جایگاه خود را از دست میده. مثلا در خانه شما دزد آمده، مثال، شما به جای اینکه با اسلحه دست داشته تان به اصطلاح با دزد مقابله کنین، انتظار از این را بکشین که مثلا به 119 زنگ بزنین. عملا شما حق دارین از حریمتان دفاع کنین. در قسمت اظهارات و صحبت های دکتر شب عبدالله، من فکر میکنم هیچ گونه صحبت دکتر عبدالله خلاف روحی قانون نبود و تمام صحبت‌های دکتر عبدالله در واقع در مطابقت با قانون انتخابات بود و دقیقاً تاکیدشان بر شفافیت و تطبیق قانون انتخابات بود. موضوع تقلب که اشاره کرد، متقلب کیست؟ ما می‌خوایم بگویم که ما به عنوان شهروندان آگاه صلاحیت و اختیار از این داریم که اظهار کنیم که این سیاسی یا سفید. نه، زمانی که طالب کمیسیون انتخاباتی تایید نکرده که مثلا کدام تیم متقلب است، مثلا آقای عبدالله میگه که تیم متقلب تیم دولت ساز، فکر نمیکنید که این مشکل وجود داره؟ من میخوام اینو توضیح بدم. هر تیمی که بر قانون شکنی تاکید میکنه تیم متقلب است. هر تیمی که به آرای خیالی تاکید میکنه که اعتبار بباشه تیم متقلب است.
هیچ تیم تاکید بر آرای گوسفندی و خیالی نمیکنه جز تیم دولت ساز. چرا نگرانی از تفتش دوباره آرا در تیم صحبتم گرای وجود داره؟ به خاطر نگرانی وجود داره که آرای گوسفندی قابل تفتش نیست. آرای خیالی آرای باطل است. آرا نیست، برگه است. به قول دکتر عبدالله کاغذ است. بر بنیاد قانون انتخابات ما چرا سیستم بایومتریک برای چی؟ در حضور ناظرین آقای متقابل که در حضور ناظرین تیم ثباتم گرایی و تمامی نامزدها میشه آرا تفتیش شود. خیلی خوب. آرای شفاف از آرای ناشفاف جدا شود. آرای تفتیش میشه که بایومتریک شده باشه. ما وقتی سیستم بایومتریک آلی سیستم بایومتریک برای بازی گیم هم نیاوردیم. آلی سیستم بایومتریک به منظور جلوگیری از تقلب است برادر. وقتی ما قانون ترتیب کردیم، تصویب کردیم، بایومتریک آوردیم، میلیون ها دلار مصرف کردیم، باز میایم صندوق هایی که خلاف بایومتریک میایم اینو تفتیش کنیم. یعنی چرا تفتیش کنیم؟ شما در نیمای شب در تاریکی بدون شست، بدون انگشت، بدون نشان انگشت، بدون عکس، بدون حضور شهروند که بیاید 4 مرحله بایومتریک انجام بده، ما این کاغذ ها رو تفتیش میکنیم. یک حرف بسیار زشت است. یعنی شما بیشتر باور کنید به این است تمسخر است برای انتخابات. آقای مطرف، باور شما و باور تیم ثبات همگرایی به این است که اگر تفتیش صورت بگیره گراف آرا تغییر خواهد کرد. تفتیش وقتی صورت میگیره که سرنوشت آرای که از لحاظ بایومتریک خارج است، شست تکرار است، عکس تکرار است، خارج از زمان بایومتریک است، اصلا اینا نیاز به تفتیش نداره. اینا کنار زده شوه، باطل اعلان شوه، بعد بس تفتیش شروع کنن. من نمیخوام بگویم که مانع تفتیش آرا هستیم. تفتیش مجموع آرا بر بنیاد قانون انتخابات حق از این است که انجام بیافه، لیکن سرنوشت 2400 محله که خارج از سیستم بایومتریک است قطعا قابل بازشماری نیست. شما چی بازشماری میکنید؟ چیزی وجود نداره. کاغذ خالی است. و در پیوند با متقلب خطاب کردن تیم دولت‌ساز هم حق است. هر کس که به آرای غیر بایومتریکی تاکید میکنه تیم متقلب است. من به صراحت میگم تیم دولت‌ساز تیم متقلب است، به خاطر که به آرای غیر بایومتریک تاکید میکنن، به قانون شکنی تاکید میکنن، ماده 19 را نقض میکنن، از فیصله غیر قانونی 5 کمیشنر کمیسیون انتخابات حمایت میکنن. معلوم دارست تک متقلب هستن. خب مطرف، زمانی که هشدار به پیمانه مطرح میشه که مثلا در مورد آرا تصمیم سیاسی صورت میگیره، بله، آیا تیم ثبات هم گرایی به کمیسیون شکایت انتخاباتی هم مراجعه کرده؟ بحث مراجعه بس جداست، اینه هیچ شک نیست. شما یک بار باید فرصت داده شد به کمیسیون شکایت انتخاباتی که کمیسیون انتخابات مثلا چی میکنه در برابر همین تصمیم کمیسیون انتخابات و یا هم در مورد اتهامات کلان تقلبی که مثلا از طرف تیم ثبات هم قرار بود کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی رو چی وقت اعلان کنه؟ اعلان کردن نتونستن. 4 روز مانده تا نتیجه ابتدایی اعلان کنن، اعلان کردن نمیتونن. کمیسیونی که عملا خودش جام مانده، در واقع در مانده به انجام کارش، ما با کی شکایت کنیم؟ ما مجبور هستیم که در برابر یعنی از دید تیم شما و تیم ثبات همگرایی اعتبار هر دو کمیسیون ها به شما تقلیل پیدا کنه. ما فرصت میتونیم به کمیسیون های انتخابات برگرده، فیصله غیر قانونی را که انجام داده برگشتش بتن، از مردم افغانستان پوزش بخواین، ماده به ماده قانون انتخابات را تطبیق کنند. در غیر از او انتخابات به بحران میره و مسئولیت بحران هیچ کس به دوش نداره، تیم دولت ساز. سپاس. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای دادرس، با توجه به اینکه شما تاکید کردید که نامزدهای انتخاباتی باید روی حاکمیت قانون تمرکز بکنند و به کمیسیون ها حرمت بگذارند، اما مثال هایی که آقای مطرف داد و دلایل که اونا مطرح کردن شما شنیدین؟ پاسخ دادن موردش. گوش بگیرین. صحبت های ما متوجه شخص و یا کدام تیمی نیست، به خاطر اینکه من رای خود استعمال نکردم و ما حالا هم میگم که بر بحران افزوده میشه، نظری ما است. اما فعلا که بس متوجه اینمی حالت امروز است، من نظر خود ابراز میکنم. ما میگم که یک نقطه ای که شما پیشتر سوالات مطالبی که ما گفته بودم تکرار کردین، یک چیز بسیار مهم یک بار دیگه تکرار میکنم که کسی که در قواله، در سند، در حجت، در کاغذ 60 امضای ماندن علیه از او استاد شدن نمیتانه. کمیسیون ها را امی دوستای ما به وجود آورده که ما پیشتر عرض کردم که ما با مطابق قانون موافق نبودم،
آلی اونا حق نداره و یک اصلی فقهی بسیار قویستن. خب میایم به اینجا بر جزئیات داخل نمیشیم. یک چیز اشاره میکنیم که ماده 19 بخاطر مکلفیت مردم نیست، مکلفیت کمیسیون است. حق ما را قانون اساسی تضمین کرده، ما میتونم که حق خود استعمال کنم و یا نکنم. ای که ما استعمال میکنم، حکومت مکلف است که سهولت ها را فراهم بکنه. حکومت بادار ما نیست، حکومت حق نداره که اینو آن بگویه. اما کمیسیونی که به وجود آماده ناظر و اداره کننده است مطابق قانون. باید بگذاریم که کمیسیون چی میکنه. قبل از اینکه کمیسیون شکایت تصمیم، ولو هر مشکلی هست، هر نوع شکایتی وجود داره، البته از نگاه روند قانونی و پروسه‌ای که امی قوانین نافذه او را تعقیب میکنه، کمیسیون شکایت مرجع شکایت است. اگر این همه تصامیم گرفتن و اسناد معتبر مثبته غیر قابل انکار موجود بود که ار دو کمیسیون به خطا رفته، در او وقت حق داره که تیم انتخاباتی شکایت را بکنه و بگویه که ظاهرا دیده میشه که تیم ثبات همگرایی کاملا باور خود بر کمیسیون عزیز داده و بیشتر تمرکز امروز هم روی این مسئله بود. وقتی که ما تصمیم کمیسیون شکایات را بر مبنای شکایات ما نبینیم، آیا چطور میفهمیم در عالم خیال و یا معجزه داریم و یا یکی کدام گفتی؟ به هر صورت میفهمیم. مثلا مدعی و مدعله پیش قاضی میره، عرض این بار خوشون، اونا میفهمه یکی از او که من مستحق هستم، تا سال بگویه تصمیم ما که میگیره؟ تصمیم ما قاضی میگیره. اگر از دست قاضی شکایتی وجود بود، قانون مرجعشان رو روشن کرده. ما به این عقیده هستم که این خودش نشانهای مطلق بحران است و خودشان میخوای ببین امی روز اول، از امی روز اول که شده فقط اینه میگه پس که متقلب. من نمیگم که کدام تیم برای کدامش، اردویشان کلشان در مجموع فقط اتهام حواله کردن. اصلا بسیار خوب فرمودن. چرا ما حقایقی که در محدوده قانون انعکاس یافته او را نپذیریم؟ امیره که نمیپذیریم با بکسر انارشیزم است. یکی از ظواهر انارشیزم چیستن؟ اینه میستن که ما اتهام حواله میکنیم بدون از اینکه بفهمیم که آیا ما صلاحیتی حواله اتهام داریم یا نداریم. تشکر. به هر صورت خلاصه میگم که در محدوده قانون و تعدیل قانون، طرز العمل هایی که وجود داره، کمیسیون انتخابات و تاکید داره که آقای مطرف بیشتر داشت در مورد ماده 19 قانون و بحث تاکید روی ذکر مسئله بایومتریک. چیزی که نه تاکید دارن که مثلا یک بار مسئله آرای بایومتریک در قرنطینه است و یا هم در مشکل است، این باید اکثر شوه. آرای که تصویر تکراری داره، عکس روی عکس است و یا هم پیش از وقت و پیش بعد از وقت، باید یک طرفه شوه. بعد از اون باز مسئله تفتیش مطرح، مسئله تفتیش است. فکر نمی‌کنم که اینجا بحث وجود داره و باید روی تمرکز صورت بگیره. ببینید اصلا شرایط انتخابات، شرایطی که برای یک کسی کرایه میده او در قانون تعریف شده. دستگاه بایومتریک از جمله شرایط نیست. قطعا ماده 37 مطالعه کنید، در اونجا میگه شرایط عبارتند از، اگر محروم نبودم سن 18 سالگی را داشتم، متوجه عرض دارم. نه، او تعدیل نشده ماده 37. 37 تعدیل نشده صاحب. ماده 37 تعدیل نشده. ماده 37 معترف صاحب بشنوین کلیتان، او تعدیل نشده. 19 شه چی میشه؟ 19 عالی میام در 19 گونه. در اون یه نوشته هستن کسی که در لیست آماد، جناب بابک صاحب و شنوندگان محترم، او در جمله کسانی است که حق داره رای خود چی کنه؟ استعمال کنه، یعنی حاضر است، از جمله رای دهندگان است. رای دهنده تثبیت شد. ماده 61 قانون اساسی از خود صراحتی داره با تاکید عظمی ماده ای که رای دهندگان را تعریف کردن. آمادیم در ماده 19. ما کاملا با دلایل مادی باور و ایمان دارم، بر دلایل مادی و خود دستگاه بایومتریک چیستن از جمله دلایل مادی است. اما به هیچ صورت قطعا اگر وقت ناوقت شد، متوجه استی، یا دستگاه بایومتریک تخریب شده بود، حق رای را از پیش ما کسی در افغانستان گرفته نمیتونه، بجز که بجز محکمه زیرصلاح، او هم حکم قطعی. تشکر.
آقای حسنی، چیزی را که شما تاکید کردین که تیم ثبات همگرایی خلاف اصول و خلاف قانون میان تیم رقیب خود متقلب خطاب میکنن، آقای معترف دوما رو دلایل داشت و گفت که کسی که روی آرای تقلبی تاکید دارن و تیم متقلب است و گفتن که از دید من هم تیم دولت ساز متقلب است، تاکید کردن. بفرمایید. خب ادبیات جناب های معترف به خودشان برمیگرده، پاسخگوی ادبیات خودشان هستن. ببینیم بحث همینجاست که ما همیشه میل بسیار شدید داریم به محکمه صحرایی. زمانی که ما با یک طرف دعوا داریم، مرجع دعوا را هم با امضای خود مشخص کردیم، به او صلاحیت دادیم و زمانی که احساس کردیم که ای برخلاف آنچه که ما دوست داریم حرکت میکنه، ما خودمو با او مستقیم برخورد میکنیم. محکمه صحرایی همیست، ما منتظر نمیشیم که بعد از این یک مرحله دیگه هم وجود داره. ببینید این روحیه، روحیه محکمه صحرایی است. این روحیه روحیه اونمو عدم تمکین به اصول قانونی است. ببینید یکی از مسائل مهمی که باعث میشه فضای سالم نباشه، فضای دموکراتیک نباشه، فضای پذیرش قانون و روحیه قانون نباشه، این است که یک فرد بیاید در روز دوم انتخابات، هنوز هیچی مشخص نیست، بر اساس گزارش های ناظری خودش برنده اعلان بکنه. من میگم اینمی اولین تخطی را هر کسی که کرده، اگر حکمتیار است، اگر عبدالله است، اگر اشرف غنی است، اگر نبیل است، اگر هر کسی که است، اگر ترسان صاحب است، هر کسی چنین حرفی را میزنه، حرفی است خارج از چارچوب قانون. این باعث میشه در ذهن جامعه یک حباب شکل بگیره که فردا امی حباب امی پخانه به هر شکلی که میکفه مشکل ایجاد بکنه. بحث دیگری که در اینجا وجود داره، آیا ما در چنین شرایطی فرض میکنیم 7 نفر کمیشنر کمیسیون انتخابات، 5 تای از با هم امی 7 نفر با هم دیگه جلسه کردن، 5 تاش یک نظر گرفته، 2 تاش یک نظر گرفته، 3 تاش یک نظر گرفته، در مجموع وقتی 5 به 50 به علاوه 1 شکل میگیره جلسه تصویب میکنه. در جایی است که کمیسیون در اینجا تصمیم قانونی نگرفته و بیشتر تصمیم سیاسی گرفته، تحت فشار سیاسی حرکت کرده. ما معتقد هستیم که همون 7 نفر، هر 7 نفرشون قانون خوانده، هر 7 نفرشان دست خود سر قرآن مانده، هر 7 نفرشان رأی نامزده و بالاخره نمی سیستم گذارنده، سیستمی که در کل دنیا بی‌سابقه است. این در کل دنیا بی‌سابقه است. شما در هیچ جای دنیا سراغ ندارید که اعضای کمیسیون های انتخاباتی را نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری بیایم انتخاب بکنه. این دموکراتیک ترین شکلش. رئیس صاحب جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور برحال، هم یک رأی داره. دکتر صاحب عبدالله، رئیس صاحب اجرایی حکومت وحدت ملی، باز هم حق یک رأی داره. حکمتیار یک رأی داره، خدمت عرض کنم که نبیل یک رأی داره، کی هر کدوم یک رأی داره. چون این چیزی در تاریخ به سابقه است. خب ما چون این آدمهایی را میایم معرفی میکنیم، به اینا صلاحیت میدیم و بعد برایشان دستورالعمل وضع میکنیم که بر اساس این زمین باید حرکت بکنی. اگر حرکت نکردی ما کارت قبول نداریم. تو حق داری قبول نداشته باشی، اما از امی آدم هایی که به زعم تو، به باور تو خلاف انجام داده، مثلا اشتباهی کرده، به مرجع بالاتر شکایت کن، نه اینی که خودت بری بگی من یا از محکمه میبرایم. تشکر آقای حسنی. تبعات قانونی ازی چیه؟ فرض کنیم فرصت وقفه هم است و وقت هم تمام است، کم مونده. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای معترف، در پیوند به اظهارات آقای دادرس و آقای حسنی، شما شنیدین پاسختان و چیزی که بیشتر شما تاکید دارین، یک موضوع بسیار جالبه که آقای دادرس اشاره کرد، یعنی بر چیزی که امضا شده، کمیسیون ها که از طرف 18 نامزد انتخاب شده و کنون بحث فیصله کمیسیون ها هم به عنوان باید حرمت گذاشته شده از طرف، و چیزی که شما تاکید دارین که نه، کمیسیون سیاسی حرکت کرده، کمیسیون اعتبار خود از دست داده و مورد دیگر. پاسختان کوتاه فرمایید چون فرصت در قسمت بحث اول که جناب دادرس به اشاره کردن، هر شهروند حق دارن که در انتخابات شرکت کنن، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نداره. هیچ کسی و هیچ مرجعی هیچ شهروند از انتخاب رأی محروم ساخته نمیتونه، اما انتخابات طرز عمل و شیوه و کارشیوه خودش داره. انتخابات ریاست جمهوری
نه انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری قانونش تعدیل شد و معیار رای با اعتبار بایومتریک قید شد. هیچ گونه رای که بایومتریکی نبوده باشه مدار اعتبار نیست. کسی که این مسئله را نمیدونن مشکل خودشان است و این موضوع برمیگرده به خودشان. در قسمت پرسش دومتان که برمیگشت به اظهارات آقای حسنی صاحب، من فکر میکنم که ادبیات انتخاباتی و شیوه برخورد تیم‌ها روشن است که کدام تیم تاکید و قانون داره و کدام تیم فراقانونی عمل میکنه. نمونه بسیار روشن ادبیات یکی از سخنگویای تیم دولتساز دیشب در یکی از رسانه‌های خصوصی، کسی به نام آقای داوود سلطانزوی چنان افتضاحات و نفرت انگیز صحبت میکردن که ما و همه بسیاری ها از شرم خجالت میکشیدن وقتی او برنامه را میدیدن. به هر صورت ما تاکید ما بر تطبیق قانون است، تاکید ما بر آرای با اعتبار و پاک است. این بار سرنوشت افغانستان رای پاک تعیین میکنه، نه آرای گوسفندی. ما در سال 2014 آرای خیالی و به قول رئیس دبیرخانه کمیسیون وقت آقای امیرخیل بیشتر از 3 میلیون رای گوسفندی داشتیم که سرنوشت مملکت به گروگان گرفتن. تلاش یک تیم در هماهنگی با یک حلقه خاص در کمیسیون انتخابات که متهم هستند به شکستاندن قلفا و با تاکید بر دارالانشا تاکیدشان بر قانون شکنی این است که آرای غیر بایومتریکی را اعتبار ببخشند، که تلاش مذبوحانه است در واقع. میخواین که انتخابات را به دور دو ببرن. میخوام به صراحت بگویم که این انتخابات یک برنده داره و تنها رای پاک و در مطابقت با قانون سرنوشت انتخابات را تعیین میکنه. هیچ گونه سوء استفاده از امکانات دولتی، هیچ گونه برخورد سیاسی، اگر برمان پرسش آخر و جنبندی بفرمایید که سرنوشت انتخابات را تعیین نمیکنه. برمان پرسش آخر و جنبندی، اگر موضوع کمیسیون به این گونه ادامه داشته باشه، فکر میکنید که تیم ثبات همگرایی باز تاکید خواهد کرد و نتیجه را به طرف بحران خواهد؟ کمیسیون اگر از خطوط اساسی قانون انحراف کرد، منحرف شد، مسئولیت بحران به خود کمیسیون و به تیمی که به غیر قانونی شدن انتخابات تاکید میکنه برمیگرده. سپاسگزارم. آقای دادرس، خیلی کوتاه شما هم بفرمایید که شما چقدر نگران از این هستین که به معنای واقعی نتیجه انتخابات بره به طرف بحران در نتیجه تقابل میان تیم ثبات همگرایی و فیصله کمیسیون انتخابات. خب اولا عرض بکنم که ما بر دلایل مادی باورمند هستم و یکی از جمله کسانی هستم که دلایل مادی را من حیث عدله مثبته قابل احترام و اصلی که باید مورد قضاوت محکمه باشه قبول میکنم، که از او جمله بایومتریک اصل است، چی انبیا باشه، چی دی این ای باشه و یا چی نشانی انگشت. این مطالبی هستند که هم او را تا اندازه مطالعه کردم و هم باورم زیاد سرش دارم. اما در مورد بحران بفرمایید. بحران خدا کنه که این درست نباشه. ما به یقیده استم که زیادتر خو عنصر اساسی به دست خارجی هاست. اگر خواست که احمد را اعلان کنه بدون شک رئیس جمهور است. و در غیر از او اگر هدفش بحران باشه، شرایط کنونی، ظواهر و آثار و شواهدی که میبینیم، مظاهری که دیده میشه، کاملا به طرف بحران میره، خدا کنه که نشه. تشکر. آقای حسنی، عین پاسخ شما. شما چقدر نگران از این هستین که در نتیجه تقابل میان خاص تیم ثبات همگرایی و فیصله کمیسیون انتخابات بر نتیجه انتخابات به طرف بحران؟ ما به این باور هستم که بحران نمیره. یک، اولا مردم افغانستان دیگه مردمی نیست که با ایجاد موجها، احساساتها و ایجاد نفرت‌ها دوباره ایجاد بحران را بکنه. مردم افغانستان آرامش می‌خواهد، مردم افغانستان زندگی می‌خواهد، مردم افغانستان هیچ وقت خود قربانی این و آن نمی‌کنه و مردم افغانستان فعلا چشم گوشون طرف نهادهای قانونی هست باشا. که در نهایت اینا چگونه عمل می‌کنه. یک گپ دوم دیگه این است که فرض می‌گیریم که تیم ثبات همگرایی به پروسه برنگرده، فعلا ناظرین خود خواسته و کمیسیون انتخابات هم بر اساس در حضور شاهدین و ناظرین بین المللی و ناظران احزاب، نهادهای مختلفی کار خود ادامه داده، کارهای خود ادامه داده و کارهای ادامه داره و اگر به نتیجه برسه، ببین یک بحث است، یک دفعه است که کمیسیون مانع میشه از حضور ناظر یک تیم
در اینجا کار کمیسیون زیر سوال میره. اما یک دفعه است که کمیسیون مانع خلق نمیکنه، یک تیم خاصی ابام ورزه از ادامه همکاری اینجا به مشروعیت کار کمیسیون ضربه وارد نمیشه. این را هم ما باید از لحاظ قانونی بدانیم. نظارت به جز از تیم دولت ساز هیچ تیم نظارت نمیکنه و هیچ حزبی هم حضور نداره و هیچ نهاد نظارتی، نهاد ناظر، تیفا، فیفا و دیگر نهادها تحریم کردن و نظارت بحران آفرین گفتن و خلاف مشروعیت انتخابات. و گپ آخر، اگر کسی خواسته باشه در سال 2019 یک بار دیگر بر اساس آرای تقلبی برگ حاکم شوه، این خواب است و خیال است و جنون. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. با شما تشکر بنده عزیز که بحث با ما تاکنون دنبال کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.